من ندارم. درست. آیا من یه سوال دارم، میخوام ببینم آیا خود اماما که متاسفانه از دیدگاه این دجالیه ظاهرا آدم های بی ارزه بودن، یعنی یه گوشه میشستن مینشستن که یکی مثل زید بیاد یه همچی کاره انجام بده، زخنه بخونه حالا بزرگش بکنن. نه بابا جون، 12 امام هر یکیشون از یکیشون هی گفتر بودن، مثل امیرالمومنین شجاع بودن و میتونستن اگر بنا بود کاری بکنن خودشون بکنن. آفرین. ما قائل هستیم به اسمت ائمه. چطور شده چی خود مثلا امام جعفر صادق اینا مثلا بلا تشبیه ارزه نداشتن کار انجام بدن که زید بلند شد مثلا شجاع تر از اون بود این کار انجام بده؟ زشت این موزگیری ها اگر بنا بود کاری بکنن خود ائمه نمی کردن. پس بنا نبوده کار انجام بشه تا ظهوری حضرت حضرت سلام الله علیه ها. انشالله که حاضر هم موفق باشین، مارم دعا بکنید. ما انشالله که همیشه به اصطلاح از دعای شما بهره مند بودیم و هستیم و شما بازم ما را دعا بکنید. خیلی متشکر. خیلی متشکر سرور عزیز، ممنون. شما بزرگوار هستین، برادر ما هستین. شما زنده باشید. زنده باشید، سلامت باشید. من دعاگوی شما هستم. شما خیلی انسان با معرفتی هستید، خدا خیرتون بده. هر کسی که میداند، کسی نمیتوان حق نداره بر ائمه علیهم السلام تقدم بجوید. این او معرفت دارد، او در سینه او نور ولایت اهل بیت علیهم السلام. هیچ کسی به گرد پای امیرالمؤمنین علیه السلام نمیرسد، هیچ کسی به گرد پای حضرت امام باقر علوم النبیین علیه السلام نمیرسد، هیچ کسی به گرد پای امام زمان علیه السلام نمیرسد. شما این معنا را فهمیده اید. آفرین بر شما، آفرین بر شما. و من خدمت